من نگویم که تو در مسجد نقش نیکان داری یا که در خلوت خود جانب شیطان داری. گر بگفتیم همانی که گیرزو به توفان داده، تو همان باش که حجاب از پی عصیان داری. ما نسل سوخته هستیم، بیاییم فراموش کنیم سوخته شدنمان را و بیاییم با عشق کنار یکدیگر خود ما، کنار قوم و وطن‌دارای خود ما، بدور از مرز زبان، ای که چه اکسنتی داری، چه لهجه‌ای داری، او ایرانیگر که هستی، از کویت هست، او از کابلی، این فهم چه ترکایی است، همدیگر را بولی نکنیم. شکر که امروز بهار آمده است، ساقی مست به کنار آمده است. اندکی رحم طلب می کنمش زان سرو روان که بی امان آمده است. سلام و خوش آمدید. اینجا هزارها و جهان. من مهدی سینا و همکار دوستم نعیم سروری در خدمت شما با یک پودکاست جدید حاضر شدیم. در این پودکاست ما مهمان خاص و مهمان ویژه داریم که صحبت کردن با ایشان خالی از لطف نیست. ما امروز نماینده از نسل جوان هزاره را با خود داریم که اینا خارج از وطن به دنیا آمدن، یعنی در کشور دوم با دنیا آمدن، تولد شدن و اونجا کلان شدن. موضوع برنامه امروزی از ما تمرکز بر فرهنگ شناسی و هویت شناسی نسلی که بیرون از وطن تولد شدن و تحصیل کردن. در این قسمت ایشان خانم برای ما توضیحات بیشتری خواهد داد که برای حفظ فرهنگ مادری که اصلا او فرهنگ را تقریبا ندیده و آشنایی کاملا باش نداره، چطور بتونیم حفظ کنیم او فرهنگ را و در این عرصه ایشان چی فعالیت هایی داشته از زبان خودشان میشنویم. آن شخص کسی دیگری نیست بجز سارا جعفری. سلام سارا عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. تشکر که دعوتی از ما را پذیرفتید. با سلام و شما دوستان عزیز و بینندگان و شنوندگانی که همی برنامه را میبینن، من اول سلام میکنم به کلیک شما و دوم از اینکه مرا خواستن به عنوان یک نماینده از نسل سوخته یا نسل مهاجر کمال سپاسگزاری رو دارم تا بتانم به موقعیت و کمک این برنامه چند پیامی که خودم دارم برای هموطنان خودم و برای هم نسلان خودم باز بکنم. سپاس از شما و از اینکه مرا در برنامه خود پذیرفتید. تشکر. من اگر بخوایم توضیح بدم که من راجع به اشاعه و حفظ فرهنگ مادری خود تا به حال چه کارهایی انجام داده، شاید زیاد کارهای بزرگ یا عظیمی نباشن، ولی به نظر من امی که ما در یک کشور غربی به لسان مادری و به زبان مادری خود گویش داریم، همراه هم نسلان خود، همراه هموطنای خود، امی خودش بزرگترین گام است برای حفظ فرهنگ ما، حفظ هویت ما، که ما درست است وطن ما از ما گرفته شد و ما مهاجر شدیم، اما تنها هویتی که برای ما به یادگار مانده از تمدن هزاران ساله ما که امی زبان ماست، امی دیگه هم فراموش نشه. و ما در قالب ادبیات زبان فارسی و دری فعالیت های زیادی داشتم برای مجلات مقیم ملبورن که به زبان دری هستن، شعر نوشته کردم طی سالیانی که در ملبورن بودم، مطلب نوشته کردم و در برنامه های فرهنگی و هنری حرفی برای گفتن داشتم همیشه، به خاطر که میخوایم همیشه پیام آور صلح، عشق و اشاعه فرهنگ خودم باشم. و در لابلای برنامه من چون دوستان اجازه نمیدم که زیاد کف بزنم، اینا خودشان باید از ما فرسان کنن هر وقت که لازم دانستن، و با کمال میل
دو شعرم آوردم برای دوستان خود و کسانی که برنامه را میبینن. هر وقت که خواستم من در خدمت حاضر هستم که شعرها را در خانش بگیرم و حرفهای خود را بگویم. تشکر دوستان. ما حتما شعرهای شما را میخواییم بشنویم در لابلای برنامه. دوستان تا آخر از این برنامه با ما باشین و میریم کمی در مورد تحصیلات، در مورد سفر سارای عزیز میشنویم که سارای عزیز چی مدت میشه در استرالیا هستی و چی فعالیت هایی کردید از این مدت؟ من تقریبا از سال 2014 در ملبورن ساکن هستم و محل تولدم تهران است که تحصیلاتم تا صنف 12 در تهران انجام شد و من اونجا برای کنکور سراسری دولتی دانشگاه های ایران اقدام کردم و در حین درس خواندن بودم که برای آمدن به کشور استرالیا که باید خود خارج میکردیم از ایران اپلای کردم و در همزمان دوران تحصیلی که داشتم در قسمت دبیرستان که میگن و زبان فارسی و های سکول که در ایران درس میخواندم، همزمان من به عنوان معلم زبان فارسی خود ایران در مکاتب خودگردان که برش گفته میشد تدریس میکردم وطندارای خودم، اولادایشانم، کسایی که از وطن ما بر اثر جنگ مهاجر شده بودن به ایران و شناخت کارت و داکیومنت ایرانی را نداشتن که درس بخوانند در مدارس خود دولتی ایران. وطندارای فعال ما در اون قسمت جاهای کلانی را اجاره میکردن و هزینهشان را میدادن و وطندارای ما را، اولادایشان را جمع میکردن. از صنف اول ما داشتیم تا صنف 12 و از طریق سفارت افغانستان که داخل تهران بود ما سرتیفیکت و مدرک خود رایج افغانستان را برای دانش آموزان خود ما ارائه میکردیم پایان سال هر سال تحصیلی. من خودم صنف 8 را همزمان با صنف 4 درس میدادم، بعضی از روزهای هفته را فیزیک درس میدادم داخل ایران و سایر روزهای هفته را هم که برای صنف 4 تدریس میکردم. ای از کارهایی بوده که من به عنوان کارهایی که واقعا با عشق برای وطندارای خودم انجام میدادم و همزمانم هم هر وقت که یادم میافته که چه بچه های معصومی، چه اولادای معصومی که واقعا اونا اگم بعد از چاشت می آمدن در مکتب، مثل خودم که من صبح مکتب می رفتم باز بعد از چاشت می آمدم برشان تدریس می کردم، او پسرهایی بودن که 12 ساله، 13 ساله تا 16 ساله می رفتن زبالگردی می گن ایران برش، داخل رابیش بینا را می پالیدن و کدام ضایعات اونا می گرفتن برای فروش پلاستیک یا آهنالات نان خانواده خودم می دادن. می آمدن سر مکتب دستایشان زخمی بود و من هیچ وقت فراموش نمی کنم که اینها چقدر علاقه داشتن که یاد بگیرن و واقعا من افتخار می کنم که اونا وقتی که دولت جمهوری اسلامی بعد از چند سال اجازه داد که در مکاتب خود جمهوری اسلامی اینا ادامه تحصیل بدن، قبلش گفتن ما باید یک امتحان ورودی بگیریم، شما که در مدارس خودگردان تدریس کردین، درس خواندین، یک امتحان ورودی بگیرین که وارد مکاتب خود دولتی ایران شوید. اینا سربلند از این امتحانات بیرون آمدن و با نمرات خیلی بالا کامیاب شدن و وارد مدارس خود ایرانی شدن. یعنی شاگرد من صنف 8 بود، سال دوم دبیرستان ایران میشد که ما برش فیزیک درس میدادم، وقتی که امتحان ریاضی و فیزیک شیمیش نمراتی بود که بالا در سطح ایران از 20 نمره است، اینا 19 20 بودن در قسمتی که تعیین لول شدن، صد شدن که وارد مدارس خود ایرانی بشن و برای ما خیلی افتخار بود. من با این خاطرات خوش ایران رو ترک کردم و هیچ وقت فراموش نمیکنم که شاگردانم چقدر واقعا مرا دوست داشتن و بعضی هایی از اونا مهاجر شدن در اطراف دنیا، اروپا و هنوز هم یک پیام های از روی محبت بر ما رایه میکنن که ما هیچ وقت استاد شما را فراموش نمیکنیم، شما بر ما خدمت کردین بدون اینکه چشم داشته مادی داشته باشیم، نه تنها ما، هم نسلای ما که همکارای ما بودن در قسمت. ما خوشحال هستیم که شخصیت هایی مثل شما را در جامعه خود داریم
احساس شما قابل قدر است؟ کمک هایی که شما با اون نسل جوان کردین در داخل ایران، اونا تانسته با کمک های شما داخل مدرسه های رسمی ایران شنه، این واقعا یک خدمت کلان بر عکسه جامعه ایران در نیکانی چیز ما است. ما خوشحال هستیم که آدم های مثل شما وریم تکنیتی هستن و مثل که گفتین ایران خیلی بعد شما جای عزیزی بوده در دل شما، حتما جای داره به خاطری که زادگاه شما هستن اونجا تولد شده. چی باعث شد که ایران رو ترک کنیم و به این طرف استرالیا؟ بله، متاسفانه هر کی که هر جای تولد میشن ناخودآگاه به صورت خدادادی عشق و علاقه به اون سرزمین در بدن و قلبش ایجاد میشم و من بارها وقتی که احساسات خود راجع به محل تولد خودم گفتم مورد انتقاد وطن‌دارای خود قرار گرفتم که واقعا شایدم اونها حق دارن منتقد باشن، ولی حقیقتی است که من خاطرات دوران زندگی منجا بودم، من دوران نوجوانیم شکل گرفت داخل ایران و به خاطر همین علاقه نمیتونم نداشته باشم. مورد تبعیض ما قرار داشتیم، ما مورد ای که دولت ایران به طرف پناهنده های افغان یک دیدگاه دیگه ای داشتن، ما رنج می بردیم از اون نظر و خیلی حقوق شهروندی که برای سایر ایرانی ها بود و برای ما افغان ها در ایران نبود، ما متضرر بودیم از این. و به خاطر همین که من اگم کنکور سراسری که رشته پزشکی مورد علاقه بود و شرکت کردم و نتونستم کامل کنم در ایران و اپلای کردم برای ویزای دانش آموزی که بیایم خارج از ایران، به خاطر که من که فکر کردم گفتم من اگم درس خود ایران بخوانم و خلاص کنم چه فایده، وقتی که نمیتونم دولت مرا اجازه نمیده که من کار کنم اینجا و واقعا کل زحماتم برباد فنا میشد. از اون خاطر تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم و کشور سومی را برای زندگی خود انتخاب کنم. از وقتی که استرالیا آمده مثلا چی چلنجیز یا چی چلنج ها پیش رویش می بوده؟ مثلا اگر بتانید روی از اونا بودون، چون شما از یک کشور آمدین که کاملا فارسی زبان بود، اینجا آمدین که کاملا انگلیسی زبان است. بله، خیلی تفاوت بسیار زیادی بود. تصور ما از تکنولوژی کشورهای جهان اول خیلی به مراتب بالاتر از این بود که وقتی وارد استرالیا شدیم مواجه شدیم. من کلا کاخ آرزوهایم فکر میکردم وارد کشوری میشم که کاملا دیجیتال و HD و خیلی مثل که در فیلم ها باشه. بله، همون رقم که ذهن ما رو شستشوی مغزی داده بود دولتهای غربی که در کشورهای جهان سوم زندگی میکردیم. تصور ما واقعا چنین استرالیایی نبود. راستش هم بخواییم وقتی که وارد ملبورن شدم، شما اول ملبورن آمدید؟ بله، شهر خوبی وقتی دستید. که داخل ملبورن شدم تصورم به طور کامل فرو ریخت. نه از نظر این که وای من با این کشور بیگانه چرقم زندگی خواد کردم و چرقم خود تطبیق خواد دادم، ولی خوشبختانه خودم خیلی خوب خود تطبیق دادم از همو اول و پذیرفتم که من برای موفقیت و پیشرفت آمده و امی باعث شد که هر روزم با هدف پیش برم و اهداف خودم پیش ببرم. معمو سال اول برای آموزش زبان انگلیسی در تیف رفتم و سرتیفیکت 4 خود گرفتم، بعد اپلای کردم برای نرسینگ و نرسینگ خود خلاص کردم و بعد از او یک سال هم برای رشته بالاتر که تخصصی تر در رشته زیبایی باشد کازمتیک نرسینگ خواندم و بخر چند ماه است که خلاصش کردم کازمتیک نرسینگ. و کلن از زندگی کردم و دستاوردهایی که تا به حال داشتم خیلی راضی هستم و امیدوار هستم که بتانم برای مردمای کشور هم مثمر ثمر باشم و هم برای وطن‌دارای خود حرفی برای گفتن داشته باشم. خیلی عالی سارا جان. می‌خواستیم که طرز دید شما را وقتی که شما تازه از ایران به استرالیا آمدین، کمیونیتی هزاره ها را در ملبورن در چی دید دیدین و چی برداشت؟ اصلا مهاجرهایی که در ایران دیده بودین، مهاجرهایی که اینجا است، چی رقم چی تفاوت برداشت شما از چی بوده؟ ما عمو که طبق جمله‌ای که گفتم تصورم به طور کامل فرو ریخت، منظور
همین بود، تفاوت فرهنگی زمین تا به آسمان. ببخشید یه دفعه مثلا واضح ساختیم که او چیزی که شما فکر کردید دنیای غرب باشه و توقع شما اینجا قابل مقایسه نبود، خیلی زیر توقع شما بود از استاندارد دنیای غرب. ولی کمیونیتی هزارا را، کمیونیتی افغانستانی هایی که در ملبورن مقیم بودن، اینا را در چی دیدین و چی برداشت کردین که اینا چه رقم هستن؟ بله بسیار متفاوت. یعنی وقتی که من این جمله را میگم که برخلاف تصور من بود، یعنی تمام چیز در بر میگیره از نظر فرهنگی، تکنولوژی و فرهنگ خود خارجی ها یا خود فارسی زبان ها. وطندارای ما، من متوجه شدم که در ایران که ما مهاجر بودیم، احترامی رو که نسبت به طبقه اوناس و خانوم ها داشتن خیلی به مراتب بالاتر بود نسبت به اینجا. خیلی به مراتب، یا من احساس میکنم خیلی به مراتب بالاتر بود. اینجا هم خداییش وطندارا، ما از هزارگی های خود ما، سایر وطندارای خود ما، سایر اقوام افغانستان بسیار خوش هستم، بی احترامی ندیدم. ولی اگه بخوایم از نظر تفاوت بگویم، من همیتو احساس کردم. ولی که همیشم وطندارای ما در استرالیا برا که میبینن تشویق میکنن، همیشه کامنت های خوب برای ما دادن، همیشه باعث قوت ما شدن و گفتن به عنوان یک خانوم ما تو را خیلی ستایش میکنیم که امیقدر اعتماد به نفس داری که در فرهنگ چارچوب ازاره ها که خانه ها، دختر خانوم ها و خانوم ها دوست دارن زیاد خانه باشن، یا مردانشان میپسند که اینا بیشتر در خانه باشند، یا زیاد خدای طرف و طرف نشان ندن، از این که نمیترسی آفرین میگفتن. و من واقعا برای کل دیگه قومای خود احترام دارم و همیشه عاشق دانه دانه وطنداره و قومای خود ما هستم که تشویق میکنن مرا. جالب، خیلی جالب بود که دوستا، ما خوشحالیم که یک مهمانی خاص از طبقه خانما داریم و یک نسل جوان، و شنیدیم که دوستا حمایت میکنند در عرصه هنر و فرهنگ. Thank you. تشکر خاص از تک تک دوستا که خانم سارا را حمایت میکنند از عرصه. خانم سارا، در مورد کارهای فرهنگیتان میشه بشنویم؟ مثلا شما چی دوست دارین؟ مثلا ادبیات زبان فارسی، مثلا شعر میگین، شعر مینویسین و دکلمه میخوانین، چی کار میکنین شما؟ راجع به ادبیات زبان فارسی یا دری یا امی، لهجه خود ما که هزارگی است، ولی خب چارچوبش فارسی، ادبیات کهن فارسی است، من مطالبی را مینویسم در قالب شعر آزاد، سبک شعری که مینویسم شعر سپید یا آزاد است، شعر مدرن، که بیشتر استایل کاری و روش کاری که مدارم پیام آور است، بیشتر به شنونده خودش پیام تداعی میکنه که سارا هدفش چی بود از نوشتن از شعر. من بیشتر هدف قرار دادم خانوم ها را در اشعار خودم، چون خانوم ها مظلوم تاریخ هستند، مخصوصا در جامعه ما هزاره ها. جنگ را مادران ما تجربه کردن، خواهران ما نبود شوهران خود تجربه کردن، مادران ما دور از فرزندان ناناوران خانه خود بودن به خاطر همین مهاجرت. و من میخوایم از دل همزینا بیایم، من میخوایم از دل همی داغ مادران و همشیرها و خواهرای خود بگویم که چه ظلم ها برشان شده. همچنان از خانمهایی که در ایران زندگی میکنن و حتی حق انتخاب در لباس خود ندارن که چی بپوشن و سر سرگاه براین، نمیتونن رنگ کالای خود انتخاب کنن، باید یک دیکتاتور برایشان رنگ کالایشان انتخاب کنن، یک دیکتاتور باید برایشان نوع پوششان انتخاب کنن. ببخشید، منظورتان از دیکتاتور همو مثلا مردا میشه یا نه قانون اسلامی ایران میشه؟ منظورتان جنبه مذهبی را من نمیگم، منظورم از دیکتاتور تمام دیو صفتانی هستند، نه تنها مرد، شاید زن ها هم جزء از دیکتاتور باشند که در یک کشور جزء کابینه هستند، خودمی خود خانوما، که یک کادری رو، یک کابینه ای را به وجود آوردن که تفکرات دیکتاتوری آنان پوشش نوع زنان را انتخاب میکنند در این مملکت و حتی رنگ کالای از اونها را انتخاب میکنند. ممکن است هم خانوم باشن هم آقا باشن، در چارچوب یک دولت گرد آمده باشن. پس نظام مشکل. بله، نظام. بله. Okay. خب شنیدیم درباره کارهای فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی
که از قبیل خب شاعر توانا هستند، دوست عزیز جسور مسارا، جسور توانا با همت با غیرت. دیگه اگر کدام شعری بدی از ما آماده کردیم که ما بشنویم؟ حتما. مطلع شعری که نوشتم به خودم مربوط است. عاشقم، عالمم، یا به کنج میخانه خدمت دارم، ساقیم، فانیم، یا که بدمست و صد قافله عاشق دارم. میدهم مزد کنیزان و چه شاهانه اشرت دارم. من همینم، همین من همینم، همین که دو چشمان سرت میبیند. نیم من آن سجاده به شور ظاهر خوب نما، نیم من مدعی شهره بنیکی و سخا. گر که عهدیست مرا با ماه رویان و بتان، یا که دارم گذری بر سر کوی رندان، من نیایم به بهشتت، کمی عاقل شو. تو بکش پای ز دنیای پر از معصیتم، من نگویم که تو در مسجد نقش نیکان داری، یا که در خلوت خود جانب شیطان داری. گر بگفتیم همانی که گیبزو به توفان داده، تو همان باش که حجاب از پی عصیان داری. تا که افکار پلیدت نبرد روح مرا در دل چاه، میزنم خنده مست در دل شبهای سا. تو همانی که قصد به سرکوب من و جنس منی، من همانم که کنم رقص تا به سما چون بکفی. عمل من به خودم مربوط است را کاش می فهمیدی یعنی چه. معنی به زور بردن مردم به بهشت را کاش می دانستی یعنی چه. تشکر. واقعا عالی. شعری انتقادی خیلی عالی. ما میخوایم پشت صحنه این شعر زیادتر از زبان خودشان بفهم. امروز هم که میگه که معنای شعر در قلب شاعر است، ما نمیخوایم که معنای دیگر نسبت به شعر بدیم، ما میخوایم که توضیح بله. خواهش میکنم. این پیامی که این شعر داشت این هست که در دنیای غرب که ما زندگی میکنیم، ماشاءالله آسایش فراوان، نه جنگ، نه خونریزی، نه انتحاری، مشغله بسیاری از مردم متاسفانه است که در یکدیگر خود قرض دارند و انگشت نقد میبرند. مخصوصا ما که خانوم هستم، من خودم میگم ماله به نمایندگی و شاید برای من هیچ اتفاق نیفتاده باشه، ولی مثال میزنم که مثلا چرا سارا حجاب نمی کنی؟ تو یک دختر هزاره هستی، چرا استایل دیرقمی است؟ چرا 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 و چراهای اینها زمانی آزاردهنده است که اینها نه در قبر ما خواهند خوابید و نه در خانه ما زندگی خواهند کرد و نه قبضها و بیلهای ما را پرداخت خواهند کرد. و من میخوایم در قالب شعر بگویم که من برای خودم زندگی میکنم، اگر پیسه دار استم کالایم برند است، اگر سر خودم خرج میکنم دلم، اگر شعر میگویم در محفل مردا و زنانه هیچ باکی ندارم، از هیچ کس میخوانم دلم میتانم، اگرم میخوایم دعا کنم، عبادت کنم و مسجد برم و حجاب داشته باشم، دل هر کس. و مطلب من در شعر همی بود که هر کس دلش و ما باید به عقاید یکدیگر خود احترام بذاریم. دقیقاً. اصول یکی از اصولای کشورهای آزاد نیست که مثلا باید در عقاید یا در اعتقاد بعضی دیگر اقوام ها باید احترام داشته باشه در فرهنگ از اونا. مثلا این شعر از کجا، مثلا شوق علاقه این شعر از کجا داره شما رو با وجود آمد؟ مثلا چه رقم سارا رفت شاعری مثلا شعر رو بدار کرد؟
الهامی که من گرفتم برای نوشتن مطالبم و برای پیام‌هام وقتی که واقعا من سوشال میدیا رو چک میکنم هر لحظه، قصد من ایست که اگم در اینستاگرام برم کدام صحنه ها رو میبینم در ذهنم چی تداعی میشه، اگم میبینم یک بانوی، یک مادری، یک همشیره، خواهر ما در افغانستان کدام داغ دید، کدام انتحاری شد در وقتی که بچه اولاد ریزه خود تولد میکرد، سرش چه جنگ آمد، انتحاری شد. من الهام میگیرم که پیامی برسانم برای مردم که چرا قوم ما اینقدر باید قربانی بدهد و چرا قوم ما باید اینقدر سختی بکشم. و هر لحظه مرا الهام از این که پس چطور کنم سارا؟ چطور خواد کردی که تو پیامت بگویی، احساساتت خالی در خودت نگاه کنی، در قلبت چه فایده ای دارد؟ تو باید احساسات خودت بگویی، شاید دیگران هم همچنین احساسی با تو مشترک داشته باشن. و من فکر کردم، گفتم از شعر چه چیزی زیباتر؟ چیزی که از دل آید بر دل می نشیند. و واقعا من این کلمات به خود، باور کنید من این شعر را در عرض کمتر از 30 دقیقه نوشتم بدون هیچ فشاری که قافیه جا کنم یا وزن، چون خودم محدود نمی کنم در وزن و قافیه و ردیف و سبک شعر آزاده، به خاطر همین انتخاب کردم. ولی خب اون ریتمش باید برقرار باشه که جذابیت خود داشته باشه. و من این را انتخاب کردم که احساسات خودم بگویم برای همزبانای خودم که امیت و ما زبان و هویت و کالچر خود ایسکره میتونیم، برای نسل آینده خود، من برای اولادی که پس بعد از من شکل خاط گرفت، من میتونم بگویم، من میتونم آموزش بدم برایش که عزیزان زبان انگلیسی لازمه توست برای زندگی کردن در استرالیا و کشورهای غربی، اما فراموش نکن که تو اول از همه از افغانستان هستی، زبان تو هزارگی، زبان تو دری، زبان تو پشتون است، زبان تو ازبکی است. و وقتی که من بتونم همچین مادری باشم به عنوان خانوم برای نسل آینده خود، من هویت خود حفظ میکنم. من یک حرفی دارم که از اون تمدن هزاران ساله فقط گفته ایرانی ها که پوز و تیمش نتم که ما اینی تو کالچر 2000 ساله داریم. چی داریم، چی برای گفتن داری وقتی اولاد انگلیسی گپ میزنن مینویسه و حتی زبان مادری خود یاد نداره که بگویه. دقیقاً احساسات شما قابل قدر است. واقعا شعرهای شما خیلی احساساتی بود، انتقادی بود، ما کیف کردیم. دیگه شعر هم دارید برای ما که بخونید؟ بله مسلماً بعد از یک شعر انتقادگونه یک شعر لطافت آمیز هم خواهم داشت. چون ما در اول برنامه گفتیم که صحبت کردن با خانم سارا خالی از لطف نیست. بله سارا بسیار دختر خانم مهربان و بسیار عزیز هستند. بله. خوبی از خود شماست، خوبی از دوستان عزیز است که ما را تماشا دارن. و برای اینکه شما خسته نباشین و از من دلگیر نباشین و یک شعر رمانتیک عاشقانه برای شما عزیزانم دارم، چرا که نه؟ بشنوید. ما دو گوش شنوا منتظر شعرهای لطیفانه شما این دفعه هستم. تشکر. شعر دومی که برای شما عزیزان به خوانش میگیرم عنوانش هست ساقی مست و کنار آمده است. امیدوارم که خوش کنین و بدلتان بشینم. شکر که امروز بهار آمده است، ساقی مست و کنار آمده است. اندکی رحم طلب می کنمش زان سر و روان که بیامان آمده است. از نهر لبان ساز آتش می خواند، بر عجز دلم سوز و علم می خواند. در بتکده‌اش میل پرستش دارم، صد سال دیگر خواهش ماندن دارم. سر می سپرم در قدمش آخر کار، آرزوی نم تاک در جام شرابش دارم. سرمه دیدگانم شده است خاک رهش، بس که صد لشکر چشم بر سر کویش دارم. صوفی عشق طعن زنان گفتم سارا، بس عجب از تو سری و هزاران سودا. سوزش زخم زبان میخورم و نوشم باد، این همه منفعت از خوبی یاران دارم.
تشکر. به به. یا شعر عاشقانه نگید که نخوام. خیلی عالی. به به. واقعا لذت بردم. شعری لطیف و صدای بسیار آرام بخش. شعر بسیار آرامش کننده. زنده باشید. می‌خوایم در مورد شعر شما بشنویم. اگر توضیحات داشته باشید. خب یک شعر رمانتیک بود که من راستش بخواید زیاد شعر رمانتیک نمی‌نویسم. یگان دفعه عاشق هستم. به خاطر که من چون زیاد در برنامه‌های فرهنگی که ملبورن بودن برگزار شدم و جنبه فرهنگی داشتم، اجتماعی، پیام شعرهای من بیشتر او قسم استایل پیام انگیز داشته برای شنونده خودش و عاشقانه های خود سعی میکنم که همیشه در نوتبوک های خودم بارم و امروز گفتم که بذار بعد از یک شعر انتقاد آمیز یک شعر لطیفترم باشه که چون بینندگان عزیز ما خب خوش دارن که شعرهای عاشقانه هم بشنون و واقعا عشق در معنا چنان بزرگ است که به نظر من هیچ وقت نمیتونم کامل در شعرهای خودم او را وصفش کنم به خاطری که یک مولوی میخواهد این راه پیمودن که برای من کار آسانی نیست از عشق گفتن. همیشه در لابلای گپای سارا میبینیم که همیشه نمنمکی شعر وجود دارد، نمنمکی سور وجود دارد. واقعا ما گفتیم که صحبت کردن با سارا خالی از لطف نیست، خودش ثبوت است. زنده باشه. سارا جان مصروفی چی کار هستین در استرالیا؟ و به در قبلا گفتین که رشته فکر کنم کازمتیکس خواندین در از رشته فارغ شدین. آیا در مرسه فیلن کارم بارین؟ من رشته نرسینگ و پرستاری را که خواندم و خلاص شد و بعد از اون متوجه شدم که مدامی کار که رفتم برای کاری در شفاخانه مشغول به کار شدم و روحیه ما باور کنید من خدا او وقت فهمیدم که برای کار زیاد لطیف هستم یا نازک هستم یا حساس هستم انتخاب کردم گفتم چرا چیزی که زیبایی است و با هنر سر کار دارم من نتوانم ادامه بدم و پس آن فهمیدم که من باید روحیه شادی که دارم و انرژی زیادی که دارم همیشه در قسمت خوشی ها و جنبه های مثبت و پوزیتیو وایب باشن نه که برم مثلا سرکار داشته باشم با بیمار و جگرخونی و این کارا از اون خاطر تصمیم گرفتم که کازمتیک نرسینگ رو بخوانم و خودم کوالیفای کردم در زمینه خودم به صورت پروفشنال و حرفه‌ای مگیش رشته را خواندم و خوشحال هستم که حالا تمام شده و این قضیه کووید 19 آمد و ما فعلا در قرنطینه هستیم که به خاطر کارهای بیوتی جزو کارهای مورد ضروری جامعه نبود از اون خاطر فعلا ما استاپ شدیم و تا ببینیم که چه در آینده پیش خواهد آمد انشالله که وضعیت پس نرمال شنه و مردم کلگی برن در راه کارهای نرمال خود زندگی آرام و خوبی داشته باشند و چی جالب مثلا آدم که بعضی وقتا من خودم رشته بایومدیکال انجینیرینگ خواندم اما سالهای آخر بود متوجه شدم که این رشته برای من نیست چون من نمیخوام داخل هسپتال کار کنم من افتخار میکنم که کسایی که داخل هسپتال کار کنن و او چیزای منفی که اونجا وجود داره اما مایندست خودم میتونه سیت کنه من نتونستم بخاطر که شاید من اونقدر قوی نیستم من زیادتر خوش دارم داخل فایننس باشم پس از اون خاطر یعنی داخل فایننس کار کنم واقعا من هم نظرم امرای سارا چون داخل هسپتال کار کردن خیلی کاری آسان نیست برای هر کس نیست و یک مایندست خاص میخواد که آدم هر روز با آدمایی که اونجا همیشه شکایت دارن باز ما سر کار هستیم بله در ادامه فرمایشات شما من هم باید اضافه کنم که من قصد انتقادی نداشتم و واقعا همون گونه که شما گفتین قابل قدر هستن و قابل ستایش هستن من در خودم او توانایی را ندیدم که واقعا در شفاخانه باشم به خاطری که روحیه من یک روحیه هست که کاملا متفاوت است با فضای شفاخانه ها بله ما دقیق گرفتیم منظورتان را و امیدوارم که بیننده هم مثبت فکر کنن در این مورد اوکی در مورد از وقتی که کارهای فرهنگی مونید فعالیت‌های اجتماعی خوب میتونید با ما کمی در کدام ارگانیزیشن یا اسوسییشن هم مصروف کار هستید
بله، من در حال حاضر همراه انجمن فرهنگی باختر مقیم ملبورن در حال فعالیت هستم و به عنوان معاون مشغول فعالیت هستیم. ما خیلی خدماتی را برای هموطنان خود داشتیم در ملبورن. ما در حصه قسمت مبارزه با خشونت علیه خانم ها خیلی برنامه ها داشتیم با خود ارگانیز هایی که داخل استرالیا هستن. ما اطلاع رسانی راجع به بیماری کرونا داشتیم طی همین ماه هایی که گذشت. خیلی همکاری فشرده‌ای داریم و تا حالا خیلی خوب کامنت ها و فیدبک ها از مردم جامعه گرفتیم که چقدر برنامه فرهنگی ما مورد استقبال وطن‌دارای ما قرار گرفته، که خوشبختانه برنامه ما انجمن ما هم تمرکزش هست روی ادبیات و زبان مردم افغانستان و در زمینه شعر ما شاعران بسیار نامدار افغانستان همراه ما فعالیت دارن. در زمینه شعر و ادبیات ما در قسمت موسیقی بسیار فعال هستیم با هنرمندان فولکلور که موسیقی خود افغانستان رو میزنن، در قسمت ابزارالات موسیقی و قسمت خواندن موسیقی. ما در ایونت های مختلف که برای روز جهانی خانوم ها و یا اعیاد خود وطنداران ما هستن فعالیت داریم. من نزدیک شاید به 2 سال بیشتر باشه که همراهی انجمن هستم و قبل از او من برای وطندارای عزاره خود در مکتب دری اندیشه ملحیست معلم تدریس میکردم. یک 3 سال همراهی اونا فعالیت داشتم، به خاطر درس و حجم زیاد درس باز دور ماندم و اینکه راهش برای من خیلی طولانی بود نسبت به خانه‌ای که اقامت داشتم، و خیلی خوش بودم که من در استرالیا میتونم برای اولادای وطن‌دارای خودم هم زبان مادری خود تدریس کنم و ای هم از افتخارات ماست که در این برهه زندگی خود داشتم. وقت کار فرهنگی باختر گفتین، دوستایی که میخوان در زیر بخش مثلا همراه شما همکار شنن یا فعالیت کنن، مثلا چی رای وجود دارن برای از اونا؟ انجمن ما ممبرشیپ قبول میکنه که ما داریم و اعضای کلیدی و اصلی ما ملحست حدود 5-6 نفر هستیم که کادر کلیدی را تشکیل میدیم، کادر اساسی را تشکیل میدیم. و چرا که نه، شما میتونید با پیج انجمن باختر در صفحه فیسبوک لایک کنید و بر تماس باشین و برای کل وطن‌دارا زمینش فراهم است که بیاین سهم بگیرن. ما یک مجله رم در حال تدارک داریم که این مجله ما بزودی پرینت و چاپ خواهد شد که من در قسمت مطلب نوشتن و اشعارم هم در این مجله چاپ خواهد شد و فکر کنم در این روزای آینده انشاءالله بیاید دیگه مجله ما. مجله هستش که به عنوان مجله باختر یاد خواهد شد. بسیار خب، ما منتظری اون مجله هست. سارا جان، برای هم نسلان خود، برای کسایی که تجربه نسبتاً یک رقم را با شما داشته، مهاجر بودن، در کشور دویم به دنیا آمده، باز در کشور سیوم مهاجرت کردن، پیام شما برای از اونا چیست؟ پیام ما امیست که با وجود که ما نسل سوخته هستیم، ما را نه کشور دوم پذیرفت، ما را نه کشور اول خود ما که از مادر ماست پذیرفت، بله. کشور سوم که از انگریزاست ما را پذیرفته، فعلا داکیومنتش هم داده. ما نسل سوخته هستیم، بیاییم فراموش کنیم سوخته شدن ما را و بیاییم با عشق کنار یکدیگر خود ما، کنار قوم و وطن‌دارای خود ما، بدون از مرز زبان، ای که چه اکسنتی داری، چه لهجه‌ای داری، او ایرانیگر که هستی، از کویت هست، او از کابلی، این فهم چطورکایی هست، همدیگر را بولی نکنیم. بله. چون این بولی کردن باعث میشه که نسل ما خیلی، مخصوصا ما ایرانیگرهایی که از ایران آمدیم، خیلی مورد بولی قرار گرفتیم و مورد آزار قرار گرفتیم و به خاطر همین باعث شده ما پس بمانیم، ما احساس دوستی نکنیم با سایر وطن‌دارا و عزاداری‌های خود ما. بیاییم اینا رو، مرزها رو بشکنیم، کنار هم باشیم و پشت هم استاد شویم. ما اگر با هم نباشیم چه گله کنیم از دیگران؟ پس ما پیام ما امیست که دختر خانوما
خود هیچ وقت احساس این نکنن که فامیل ما نمیمانه، بیادرم نمیمانه من این کار کنم، پدر من نمیمانه من این کار کنم، استایل لباس من مدل ماست که این رقم بکشم نمیمانه من شو برایم از خانه. باید با جنگ کردن نه، فقط باید با آگاهی دادن این که حق حقوقی شما در کشور جهان اول چی هست. شما یک بزرگسالی برای خودتان تصمیم میگیرید که چه وقت بروید، چه وقت بیایید، چه بکشید و کسی دیگر اجازه ندارید برای شما تصمیم بگیره. با آرامش و عشق و دوستی، نه با جنگ و تحقیر کردن و ارزش خود را حفظ کنید همیشه. ارزش خود را حفظ کنید. ارزش خود را حفظ کنید و به خاطر آزادی و رها شدن در دام ازدواج زود قرار نگیرید. که بعد از ازدواج من میتونم برم یونیورسیتی، بعد از ازدواج من میتونم بازارا را چکر بزنم، منی تو کنم خانه خوارخانده هایم برم. نه، ازدواج هیچ وقت راه آزادی شما نیست. شما از خانه پدرهای خودتان برید درس بخوانید، از خانه پدرهای خودتان برید رشد کنید و بعد با فکری باز میتونید او کارم انجام بدید. که متاسفانه من دیدم، چون شاگردان من در مکتب دری که بودن دختر خانمایی بودن که من میخوایم پیام اونا رو در این قسمت بگویم و گوش کلگی برسانم، که صنف 12 بود در مکتب استرالیایی و فامیلش میگفت که تو یونیورسیتی نرو، امسال که درست خلاص شد، های اسکول خلاص کردی، باید نامزد کنی امرای کدام بچه قومایشان. در صورتی که کار هم غیر قانونی است، زیر 18 حساب میشد، زیر 18 سال بود و همین که دختر هدفش این بود که دانشگاه بره و درس بخونه و مرا گریان میکرد، میگفت شما بگین که من چی کنم، من باید تابستان که آمد من عروسی کنم نامزد شنم. من گفتم، من خودم واقعا اینجا گریان کردم برش که دمی کشوری که ما هستیم، کشور جهان اول، تو یک خرد دختر هستی تا به حال تو میخوایی درس بخوانی، چطور میخواین که تو ازدواج کنی؟ من خواهشم از پدر مادرها و کلانای ما است که هیچ وقت فکر نکنید ازدواج برای دختر ارزش است. هیچ وقت فکر نکنید که دختر در کنار شوی کردن و خانه شوی رفتن ارزشش بالا میره. دختر زمانی ارزشش بالا میره که آگاهی داشته باشه که نسل آینده خود بسازه. آگاهی داشته باشه که اما اولادایی که در اجتماع میخواین بیاین چطور تربیه شوم. آیا یک مادری که سرکوب شده در دوران دختری خودش در خانه پدر خودش، آیا یک دختری که مورد خشونت قرار گرفته و قید گرفته شده میتونه یک مادر قوی باشه برای نسل آینده ما؟ چرا ما مردم آل مظلوم هستیم؟ چرا ما سرکوفت میخوریم در هر جای؟ چون مادران ما مظلوم بودن و ما هم شاید مظلوم هستیم که نمیتونیم صدای خدا بکشیم. پس بذارید امی دختر خانمای شما لااقل امی درس خدا تا هر جا که دوست دارن بخوانن، برای شوی کردن تا آخرش سال است. مقصد امسن و سال خودش یک نفر یک زمان پیام کنه. حتما واقع پیامای بسیار قشنگ، مشکلات جامعه را بسیار قشنگ گفتن که همون طبقات مختلف که بعضی دوستایی که در این مهاجرت در پاکستان کلان شدن یا در ایران کلان شدن با تفاوت‌های زبانی از همدیگر یک قسم یا بولی میشن یا تبعیض میشن، بسیار یک مشکل اساسی است بین هزارها یا افغانایی که در استرالیا وجود دارن. خانم سهراب بسیار قشنگ اشاره کرد و یک نقطه دیگر که عروسی زود هنگام برای دختر خانم‌ها که این یک مشکل اساسی است و تا حالا خیلی دختر خانم‌ها شکار این مشکل میشه و امیدوارم که شما از این پیام بتانید در زندگیتان استفاده کنید و عروسی زود هنگام دخترانتان را یک تصمیم اجباری ندانید و فکر کنید میتونه راه خوبتر برای زود باشد. و امیر رقم خوب سارا عزیز، تشکر که در برنامه ما آمدی. دیگر کم کم بریم طرف آخر برنامه، دیگر سوال هم فکر کنم تمام شده. دیگر برنامه را یک جمع بندی منیم. پیام های سارا را شما دوستا شنیدین، اگر کدام نظریه ای داشتین، کدام سوالی از سارا داشتین، میتونین در کامنت بذارین و این ویدیو را میتونین برای دوستای خود شیر کنین. چینل یوتیوب از ما را همچنان سبسکرایب کنین برای که ما بیشتر حمایت شنیم. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را تحمل کردین. دیگه هر عقیده یا هر انتقاد یا هر پیامی که برای ما داشتین میتونین در کامنتی از این ویدیو برای ما بگذارید.
ما حتما در مورد کامنت های شما حتما یا در ویدیو بعدی یا در ویدیوهای آینده گپ میزنیم و میتونیم که مهمان های خاص در این مورد داشته باشیم که از پروفشنال اونا بتونه گپ بزنه در این مورد. تشکر که ما را تحمل کردین سارا عزیز، ممنون که درخواست ما را قبول کردین و امروز آمدین در مورد مشکلات جامعه و در مورد داستان زندگیتان با ما گفتین. قشنگ بود، تشکر که شعرهای قشنگ گفتین، ما لذت بردیم. من هم تشکر میکنم از بینندگان محترم و بدانید که شما تک تک شما ما عاشقانه دوست داریم و برای شما می نویسیم، برای شما می خوانیم و برای شما لبخند می زنیم. زنده باشین و ایام به کامتان. دوستا تشکر یک بار دیگه. باز اگر خواستین مهمان برنامه از ما باشین لطفا در کامنت بگذارین نام خود را، پیام خود را، ما حتما خود را شما این تچ میشیم، کانتکت منیم و امیدواریم که یک روز شما را مهمان ما باشیم در این برنامه داشته باشیم. تشکر باز زیاد، خدا نگهدار.